نگان و بینندگان عزیز و گرامی، درود بر شما. سهیلا نوربخش هستم و خیلی خوشحالم که از طریق برنامه از ریشه تا مرهم، از طریق رسانه بنیاد آینه، قادرم که هفته یه بار هم شده سری به شما عزیزان بزنم و با هاتون مطالبی رو مطرح بکنم. امید آرزوم اینه که مسائلی که هفته ها براتون تهیه میکنم و میارم مورد قبولتون باشه، مورد پسندتون باشه، براتون آموزنده باشه، تونسته باشه بتونه حتی اگر به میزان کوچکی هم شده یه مقداری از بار زندگی رو ازتون بگیره و یه مقدار بهتون آرامش بیشتر بده. خدمتتون بگم که برنامه از ریشه تا مرهم مثل همیشه گفتم و بازم تکرار میکنم در چهارچوب اساسنامه بنیاد غیر انتفاعی آینه تهیه و خدمتون تقدیم میشه که اون اساسنامه چیزی نیست جز آموزش، آگاهی به جهت پیشگیری از آسیب‌های زندگی. ضمن اینکه دوست دارم به این مسئله تکیه بکنم که بنیاد غیر انتفاعی آینه در حقیقت بنیادیه که قصد و هدفش آموزشه و ما کار دیگه غیر از آموزش توی برنامه هامون انجام نمیدیم. ما نه درمونگاهی داریم و نه محلی برای در حقیقت رسیدگی های فیزیکی یا روحی روانی یا ترک اعتیاد یا چیزهای از این قبیل که در جاهای مختلف دنیا میخوام بگم همه به شکلهای مختلف وجود دارن و خیلی هم خوب و عالی هستن، ولی ما هیچ کدوم از این مؤسسات رو حمایت نمی کنیم، بهش تعلق نداریم و کارمون فقط آموزش. در هر حال اگر که به هر طریقی این مسئله خدمتون مطرح شد که درمانگاهی در حقیقت زیر پوشش بنیاد آینه است، این احتمالاً یه خورده کم لطفیه و ما چنین مسئله ای رو هرگز قبول نمی کنیم. خب خدمتتون بگم که میخوام برگردم به برنامه ای که ظرف چند هفته گذشته خدمتتون باز کردم و مسئله ای بود که برای خود من یه خورده به میزان خیلی زیادی در حقیقت حساسم نسبت بهش، یعنی یه جورایی خیلی دلم میخواد بیشتر روش تکیه کنم، راجع بهش تا اونجایی که میتونم موشکافانه حرف بزنم، تا اونجایی که در حد توانمه و یه جورایی این مسئله رو بتونم به گوش شماها، شما عزیزان برسونم که چقدر مسئله تعلق و امنیت و تعلق امن در حقیقت تو زندگی کودک و والدش مهمه. یه روزی ما همون کودک ها بودیم، ما همون بچه ها بودیم که الان تبدیل به بزرگسالانی شدیم که داریم توی زندگیمون بالا پایین میریم با مسائل مختلف. بیایم نگاه کنیم ببینیم چقدر این مسئله تعلق و وابستگی که از ابتدای شروع زندگی ما برای ما شکل و فرم میگیره تو زندگی آیندهمون مهمه. چقدر میبینیم تو زندگی آیندهمون ما رو در حقیقت داره دوچار چالش هایی میکنه که میتونه نباشه، میتونه آرومتر زندگی رو در حقیقت طی بکنه. ظرف دو سه هفته گذشته من به طور کل راجع به تعلق صحبت کردم و هفته پیشم یه مقداری راجع به تعلق امن صحبت کردم. اما از امروز میخوام یه خورده به انواع دیگه تعلق که جزء تعلق ناامن شناخته میشه بپردازم. تعلق امن رو آرزوم اینه که همه ما روزی در وجود خودمون اون رو حس بکنیم و این رو باز من میخوام صمیمانه خدمتتون بگم، اگر ما دچار مسائلی بودیم در کودکیمون، جوری تو زندگیمون رشد کردیم، جوری با والدینمون بودیم که اونا هم بهتر از اون نمیدونستن و دچار نوعی از تعلق ناامن شدیم که حالا امروز به یکی از اونها میخوام اشاره کنم، هیچ وقت برای تغییر و دسترسی و رسوندن خودمون به جایی که
توی چهارچوب تعلق امن قرار گرفتیم دیر نیست. تغییر امکان پذیر دوستان. اینی که ما فکر میکنیم مغزمون یه فرمتی پیدا کرده، یه شکلی گرفته، پس تا آخر عمرمون اینطوریه، اشتباهه. درسته، مغز ما فرمتهای خاص خودش رو گرفته و هنوزم به صورت اتوماتیک داره اون آنچه رو که آموخته، اون بیهیویرها، رفتارها، گفتارها، کردارها، ارتباطات از هر نوعی که هست رو به صورت خیلی اتوماتیک داره بیرون میاره، جوری که حتی مغز متفکر ما که یه خورده آهسته تر از ضمیر ناخودآگاهمون در حقیقت داره حرکت میکنه، نمیتونه تمام مدت اونها رو ببینه، بگیره و نهایتاً سعی در تغییرش بکنه. اینقدر ما با این رفتارها عادت کردیم و اینقدر تومون رفته که متوجه نمیشیم که چه چیزی تو سیستم ما داره ما رو از درون میسوزونه، چه چیزی تو سیستم ما الان داره ما رو دوچار کارهایی میکنه. روابط با خودمون، روابط با دیگران، نحوه زندگی، انواع و اقسام آسیب‌هایی که خودمون با دست خودمون به خودمون میزنیم، نمیبینیم که ریشه اینها از زمانی بوده یا به شکلی بر ما حادث اومده که ما توی اون لحظه بهتر از اون نمیدونستیم، الان هم داریم به صورت کاملا اتوماتیک اونها رو انجام میدیم. ولی اگه یه روزی این رو پیدا کردیم که ای بابا، من انگار توی یک فضای رشد کردم که توی اون فضا غیر از سم چیز دیگه به خوردم داده نشده، حالا اگر 24 ساعت هم به هم سم ندادن، یه بخشی از ارتباطاتی که من باهاش رشد کردم و زندگی رو شناختم و معنی و مفهوم بودن رو در حقیقت حس کردم سمی بوده. اگه یه روزی به این برسیم و اعتقاد داشته باشیم که بعد از این که فهمیدیم در درون ما یه مقداری سم در حال جریانه و زندگیمونو داره سمی پیش میبره و اعتقاد به این پیدا کنیم که تغییر میتونیم بدیم، میریم دنبال کمک. هستن کسانی که توی این حرفه تخصص دارن، تجربه دارن، کتاب ها نوشته شده، تحقیقات زیادی انجام شده، میتونیم راهمون رو پیدا کنیم. حتی اگر در مرحله اول نمیخوایم سراغ یه تراپیست بریم، بریم خود بخونیم، بریم توی کامپیوتر تحقیق کنیم، بریم توی اینترنت ریسرچ کنیم، ببینیم چه چیزایی پیدا میکنیم. از یه قدم به قدم بعدی میرسیم، از یک گوشه به گوشه بعدی میرسیم و این رمز تغییر زندگیه، بخوایم که تغییر کنیم. خب حالا خدمتتون بگم که امروز در رابطه با چه نوع وابستگی و تعلقی میخوام صحبت بکنم. یکی از انواع وابستگی و تعلق ناامن رو به اسم وابستگی با دلهوره، شک و دودلی میشناسیم که حالا میخوام براتون یه خورده تعریف اون رو بگم. اصلا معنی این نوع اتچمنت به شکل anxious ambivalent attachment یا وابستگی با دلهوره، شک و دودلی و تردید، این اصلا معنیش چیه؟ حالا این اول با هم نگاه میکنیم، بعد ببینیم چجوری چه اتفاقی افتاده. معنیش اینه که این گونه تعلق‌ها به دلیل عدم استمرار در رابطه با کودک از طریق والد ایجاد شده. به عبارت دیگه، والد در مسیر پاسخگویی به نیازهای کودک استمرار نداشته. گاهی بوده، گاهی نبوده. گاهی فهمیده که بچهش چی میخواد، گاهی وقتا نفهمیده، متوجه نشده. یا اینکه اصلا اون ابزار رو نداشته که اون رو بتونه درک بکنه. ببینید، هدف ما سرزنش والدینم نیست. خواهش میکنم وقتی که این صحبت ها رو میشنوید، به جنگ با خودتون نرید. نرید سراغ اینه که من چه والد بدی بودم، چه بلایی سر بچه هام آوردم، پدرشون درمده. بریم سراغ اینه که الان میخوایم چه کار کنیم. ولی خب هنوز دارم تعریف این نوع تعلق رو خدمتتون میگم. عدم استمرار در رسیدگی به نیازهای کودک معنیش این نیست که والد کودک رو کلن ترد کرده و یا اینکه مخصوصاً به نیازهای اون رسیدگی نمی کنه.
کودک تو این رابطه برداشتی که میکنه اینه که نحوه برخورد والد با او کاملا نیازهای او رو برآورده نمیکنه. ببینید توی یه رابطه ای، حالا مثالم براتون الان میارم، هدف پدر مادری نیست که بچهشون رو آسیب بدن، اصلا به این خیالم نمیرن، یعنی حتی توی ذهنشون این نمیگذره که اگه من دارم این کارو میکنم بچه‌مو دارم آسیب میدم. یه مثال براتون میزنم، این مثالو از توی کارم خدمتتون میگم، با تغییرات زیادی که در اون کاراکترهایی که در حقیقت براتون الان مطرح میکنم دادم که اون آدم شناخته نشه، ولی به قول معروف اون حرکت رو میخوام نشون بدم. فرض بگیرید که یه مادری بچه دار شده، بچه مثلا فرض بگیرید چهارمش رو به دنیا آورده، سه تا بچه قبل از اون داره، این نوزادی که به دنیا آمده خب obviously احتیاج به رسیدگی داره، احتیاج داره بغل بشه، نوازش بشه، غیر و غیر. مادر در درجه اول یه مقداری دچار تحولات هورمونی بعد از زایمانه که اون افسردگی پوستپاردم که بهش میگیم، که خب اون که جای خود داره. سه تا بچه دیگه هم دوربرش هستن با فاصله سنی خیلی کم، مثلا یه سال دو سال، خب اونا هم بچه های کوچیکی هست. نوزادی که به دنیا آمده در حقیقت فعلا مجبور تو بغل مادر شیر بخوره از مادر. بچه اول که فرض بگیرید الان یه بچه مثلا 5 ساله است، وقتی که بغل بودن نوزاد رو توی بغل مادرش میبینه احتیاج داره که اون هم به این شکل بغل بشه، ولی خب نمیشه، اون نیاز توی اون لحظه از چشم مادر دیده نمیشه، نه تنها دیده نمیشه بلکه عصبانیش هم میکنه. ممکنه سر اون بچه 4 سال و نیمه 5 ساله دادم بزنه که تو دیگه بزرگ شدی، دیگه بغل برای چی میخوای؟ میتونید ببینید چه حالی برای اون بچه 4-5 ساله ایجاد میشه؟ بچه که هنوز احتیاج داره که بچسبه به مادرش، اون نزدیکی با مادر رو حس بکنه، بوی مادر رو حس بکنه و ضمناً میبینه بچه دیگه داره جاشو پر میکنه. خب این تقصیر کیه اینجا؟ تقصیر هیچکی. یه مقداری در حقیقت عدم آگاهی مادر هست، ولی اون مادرم در حقیقت کی بهش یاد داده یا چه جوری یاد گرفته؟ یه مثال دیگه میخوام براتون بزنم. مجسم بکنید که یه بچه گریه میکنه، گاهی والدش اونو آروم میکنه، ولی گاهی دیگه فرزن فکر میکنه که باید بذاره خود بچه خود به خود آروم بشه، یاد بگیر. در چه پیغامی که بچه توی این همچین شرایطی میگیره، استمرار مادر رو توی نگهداری و رسیدگی به اون کلوهایی که میفرسته، علائمی که به مادر میفرسته از طریق گریه کردنش، از طریق نق زدنش، از طریق فرض بگیرید به دامن مادر آویزان شدنش و چیزهای شبیه به این، احساس میکنه که مادر اونها رو نمیگیره و اون استمرار رو توی رابطه این بچه حس نمیکنه. وقتی که میگیره خوشحاله، ولی وقتی که نمیگیره دوچار اون استرابی میشه که چرا نمیگیرم، چی میشه که من یه دقیقه میگیرم و یه دقیقه نمیگیرم. کاملا یک حالت کانفیوژن و اغتشاش در فکر اون بچه ایجاد میشه، چون گاهی میگیره و گاهی نمیگیره. مثال بعدی که میخوام خدمتتون بزنم، وقتی که فرض بگیرید یک کودکی در آغوش مادره و مادر اون رو میبوسه و میبوه و در حقیقت اون نوازش رو بهش میکنه، و در مقابل زمان دیگری که بچه باز میخواد بره تو بغل مادرش، مادرش حوصله‌اش رو نداره، پسش میزنه، سرش شلوغه، نمیفهمه، نمیگیره. حالا مثلا فرض بگیرید داره با چش سرعتی شام درست میکنه، خب من نمیام الان مادر رو اینجا سرزنش کنم، بیا اصلا هیچ وقت این کارو نمیکنم که کسی رو بخوام به خاطر نوع برخوردی که میکنه سرزنش کنم، بهتر از اون آدم نمیدونه. ولی میتونید متوجه بشید که چه کانفیوژنی، چه واقعا اغتشاشی در مغز این بچه‌ای که من یه دقیقه مثلا یه ساعت پیش بغل مامان بودم، الان که دو مرتبه اون بغل رو میخوام ندارم یا نمیتونم داشته باشم، گاهی دارم گاهی ندارم، گاهی میتونم به مادر نزدیک بشم گاهی نمیتونم. ببینید اساس تئوری تعلق نیاز بچه به چسبندگی یا وابستگی و نزدیک شدن، seeking proximity، proximity seeking برای بچه است که از غذا و آب و نمیدونم
چیزای شبیه به این کمتر نیست، میخوام بگم گاهی وقتا بیشترم هست. بچه هایی که غذای خوب میخوردن، جای راحت میخوابیدن ولی با مادرشون نبودن، دچار این استرس شده بودن، دچار این آسیب شده بودن که اون حالت نزدیکی رو با مادر از دست دادن. حالا توی همچین شرایطی که من خدمتتون مثال زدم، این حالت برای بچه میتونه تکرار بشه، برای اینکه اون استمرار رو تو رابطه با مادر حس نمیکنه. باز یه وقت دیگر رو میخوام براتون مثال بزنم، مثال دیگه رو میخوام براتون بگم، اینی که خیلی وقتا پدر مادرها انگار برای خودشون یه سری کارا رو میخوان بکنن و به حساب بچه ها میذارن. مثلا فرض بگیرید میخوان برای بچه تولد بگیرن، تمام دوستای بزرگسال رو دعوت میکنن بدون اینکه چهار تا بچه رو هم بگن بیاد، و اون مهمونی مفصل و اون بزن و بکوب و بسیار عالی هم که درست میکنن، در حقیقت در جهت اینه که نگاه به این بکنن که بقیه چی میخوان. باز میبینید که اون بچه اینجا باز داره طرد میشه، یه حالتهایی که نیاز اون بچه برای اینکه بتونه توی تولدش با همسناش باشه، بزنه به رقص شوخی های بچه کیش بکنه، ازش گرفته میشه، آخر شب هم خسته و مونده در حقیقت باید برگرده تو اتاقش. خب فکر میکنم بریم به یکی از کلیپ هایی که براتون انتخاب کردم نگاه بکنیم که دیدنش جالبه. کلیپ کوتاهیه که توی این کلیپ کوتاه دن سیگل داره راجع به anxious ambivalent attachment که همین اتچمنتی که من الان دارم خدمتتون صحبت میکنم داره توضیح میده. من دن سیگل رو خیلی بهش احترام میگذارم و به دانشش خیلی احترام میگذارم و برای همین کلیپی که انتخاب کردم با اینکه کوتاهه احساس میکنم آموزندگی خوبی داره برای شما. با همین نگاه میکنیم، من برمیگردم خدمتتون. با ما باشید عزیزان تا چند لحظه دیگه. How much of the child's reaction do you think is from just their personality they were born with as opposed to how they're being influenced by the parents? So I think it's a combination. Sometimes there are children with temperaments that are a little bit more anxious to begin with, a little bit more clingy, but also parents can produce that behavior in their child if they're kind of unpredictable in their parenting, meaning sometimes they are there, they're very sensitive to their child, and other times they're nowhere to be found. Mm-hmm. And I think sometimes parents unwittingly provoke this type of attachment style in their child. For example, very busy parents, you know, they're actually working very hard to make ends meet. Mm-hmm. But as a little child, you don't realize that your parent was gone for 10 hours because they were working. Right. So when they're home, they're actually pretty engaged with you and they are there to meet your needs. But then there's other days where they come home and they're exhausted. Mm-hmm. And so then you have a lot of needs and the parent says, you know what, I just need a few minutes alone. And then they take that to personal offense. Yes. And so you can see how sometimes very well-meaning parents can accidentally cultivate a preoccupied child just because, again, of their own needs and them being busy. Right. Oftentimes children who are anxiously preoccupied throughout their life, they get sort of re-experiences that strengthen that type of attachment style, like maybe the relationship that they choose as adults. They keep choosing dismissive partners or partners who can't meet their needs. And so then they keep reinforcing that belief about themselves that maybe they're unlovable and they don't want to like sit with that. And that's why they have a hard time being alone. So with no awareness, are we most likely to mimic the attachment style we were raised in? Okay. Yes. And I think that there's a theory that you end up seeking partners that are kind of similar to your parents. And you basically reenact the same thing over and over again, whether it's some type of a trauma or not. Uh-huh. And so if you were a child who felt like you were constantly reaching for your parent for support, and they were sometimes there and sometimes not, as adults, you're attracted to people who also sort of have those tendencies where they kind of get busy with their own lives. And again, maybe they love you, but you know, they just don't have a lot of bandwidth to be dealing with your insecurities all the time. And so I don't really find, for example, that many, many people who have the preoccupied attachment style actually end up being with each other. Although sometimes that does happen. They tend to seek out partners that are
different from them in terms of their attachment styles, and oftentimes replicating the parenting style of their caregivers. Got it. Now, it's important to mention here, though, that there's not just one cause for any of those. I mean, right. It can be a hodgepodge of things, but I think it helps people kind of see what parts of their history might be influencing their current behavior today. Absolutely. And as adults, these individuals will oftentimes have a great difficulty navigating relationships. They tend to ask for a lot from their partners in terms of nurturance. In some ways, they don't have a stable self-esteem internally, so they have to keep getting validation from people. And it's like almost a few minutes later, they forgot that validation. They have to seek it again. Mm. So oftentimes these individuals will end up in relationships in which they're not very happy. They've given up all kinds of their own needs and wants to satisfy the other person's needs and wants, and they still feel like they're left out in the cold. And these individuals are also more at risk for abusive relationships because, again, their need for nurturance is so high that they're willing to succumb themselves to extremely distressing situations to not be alone. And these individuals, oftentimes as adults, you'll see them kind of hop from relationship to relationship. They're serial daters. They have a hard time being alone. And when they're alone, they become very distressed. And it goes for friendships as well. So they prefer to be with their friends instead of by themselves. And they will put themselves in uncomfortable situations just to not be alone. So mm-hmm. even if all of their friends are doing something that they really don't want to do, they'll go along with the group as opposed to staying home alone. How does a parent foster more of that secure attachment within their child, especially when the child is showing really intense anxiety mm-hmm. and almost a temper tantrum when that parent leaves? Yeah, and this is a good question because there is an interaction between the parents and the child's temperament. Right? So temperament is something that we think of as innate. You know, certain children, they're just more smiley. They just make mm-hmm. more eye contact with people around them. Other children are not. They're more fussy. And these things relate to temperament. It's sort of thought to be something that's kind of inborn. And so I think in general, parents sometimes foster whatever they see in front of them. So if there's a child whose temperament is more clingy and anxious, perhaps the mother will also reflect more anxiety. Like, oh my gosh, are they gonna be okay on their own? Maybe I shouldn't go out on date night with my husband because what if my child needs me? But actually in some ways that reinforces the anxiety in your child, right? Because children are actually quite intuitive and they can sense emotions in their caregivers, right? And so I think it's interesting because when you see that dynamic, you can kind of see that almost it's like a chicken and egg syndrome uh-huh. after a while. Uh-huh. So what's really happening here? And so I think as parents, you have to monitor your own feelings irrespective of your child's temperament in some ways. It's sort of like, okay, the child is acting very anxious. That brings up a lot of anxiety in me. So in some ways you have to modulate your own emotions and appear more calm right. so that the child can really learn from that and say, oh, maybe there's nothing to be anxious about. I need to start to learn how to self-soothe those feelings. Yes. And so I think some of it is the parents being really attuned to that and still maintaining structure despite your child's temperament. حقوق خود آگاه باشید.
آینه را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. Violence marks forever. Violence against children marks them forever. It's wrong. End it. شما به آینه نگاه میکنید. خب دوستان، برگشتم خدمتتون در ادامه صحبتم در رابطه با یکی از انواع تعلق‌های ناامن به نام Anxious Ambivalent Attachment Pattern، تعلقی به همراه دلشوره و نگرانی و عدم که به خاطر عدم استمرار در رابطه با والد و فرزند به وجود میاد. میخوام اشاره کنم به الفبای تعلق که هفته قبلم فکر میکنم در رابطه باش صحبت کردم، که از کتاب دن سیگل و مری هرتز براتون آوردم، Parenting from Inside Out، که توی سه مورد این رو داره برای ما میگه الفبای تعلق چیه: هماهنگی، توازن، ارتباط و وابستگی. خب چیزی که دلم میخواد اینجا بگم اینه که همیشه الفبای تعلق که عبارت از هماهنگی، توازن، ارتباط و وابستگی بین والد و کودک صورت نمیگیره. والدین قادر نیستن همیشه چنین الفبایی رو رعایت کنن، در اینچه حالت اینسیکیور و ناامنی در رابطه با والد و برای کودک ایجاد میشه که برای اون تشویش و نگرانی و استرس زیادی همراه میاره و نتیجتاً به خاطر این نوع ریشه‌ای که در سیستم این کودک در حقیقت رشد میکنه، در بزرگسالی هم این حالت تشویش و نگرانی توی رابطه با دیگران در محیط زندگی توی اون بچه ما، توی اون بچه که حالا به صورت آدم بزرگی تبدیل شده میبینیم. توی همچین حالتی در حقیقت کودک برای یافتن هماهنگی و توازن و ارتباط نمیتونه روی والدش حساب بکنه. وقتی کودک به این شکل در ارتباط با والد قرار میگیره، احساس دلشوره پیدا میکنه، احساس تنش پیدا میکنه، نمیدونه که یه دقیقه دیگه باید منتظر چه اتفاقی باشه و چه چیزی توی رابطه او با والدش به وجود میاد. به خاطر همین بود و نبودن ها، به خاطر همین بالا پایین رفتن ها، کودک دچار نوعی از احساسات در خودش میشه که او رو بیشتر نسبت به والد دودل میکنه، دودل و شکاک میکنه، و در این حال یه حالت بیقرار و بیتحمل در رابطه با چسبندگی و نزدیکی و به قول معروف قبول شدن از طرف والد بهش دست میده. اون زمانی که والد برای این بچه حضور نداره، بچه احساس میکنه که من رو والدم دوست نداره، یا من اجازه نزدیک شدن به والد رو ندارم. اون محیطی که این بچه احتیاج داره با والدش نزدیکی رو حس بکنه ازش گرفته میشه، و توی همچین حالتی به خاطر پیغام‌های ضد و نقیضی که میگیره، چون همیشه هم نیست که نتونه این وابستگی رو داشته باشه، به خاطر این پیغام‌های ضد و نقیضی که میگیره دچار اینو تعلق میشه. حالا بیایم نگاه کنیم ببینیم چگونه میتونیم متوجه این حالت در کودکمون بشه. برای اینکه این مسئله رو بتونیم بهتر بهش نگاه کنیم، میخوام اشاره کنم به مطالعات مری اینسورت که
یکی از پایونیرهای یکی از محققین اولیه بودش که همراه جان بالبی، یعنی جان بالبی و میری انسفورد جز اولین محققینی بودند که اینها آمدن روی تعلق بچه با والد نگاه کردن در سال 1969. ایشون به این نتیجه میرسه که کودکی که برای مدتی از مادرش دور بوده در برخی موارد دچار عصبانیت، تشنج و دلهوره میشه، نمیتونه مستقیماً تماس چشمی و نگاهی با دیگران داشته باشه. ببینید، اینا آمدن تست کردن بچه ها رو، گذاشتن با کودک و مادرش رو بردن گذاشتن توی اتاقی، یه مدتی مادر پیش بچه بوده، بعد مادر میره از اتاق میره بیرون، توی اون لحظه احساس میکنن که با یه آدم مثلا غریبه وارد اتاق میشه، بچه احساس تشنج میکنه، بچه احساس میکنه که عصبانیه، اون حالتهای استرسفول براش دست میده، و وقتی هم که تازه مادر وارد میشه این حالت توی اون بچه باقی میمونه، یعنی با حضور مادر تعلق بچه و یعنی آرامش بچه به خاطر حضور مادر بر نمیگرده، در حالی که به صورت باور نکردنی این بچه میخواد که در آغوش مادرش باشه. یعنی چی میشه؟ مادر وارد اتاق میشه، بچه داره گریه میکنه، تشنج داره، استرس داره، زمین و زمان جلو چشمش سیاه شده و واقعا زیر فشاره. خب بچه‌ای که دوچاره تعلق ناامن از این گونه است، anxious ambivalent attachment pattern، وقتی که مادر رو هم بهش برمیگردونی اون حالت تشنجش از بین نمیره، ولی همچنان میخواد به مادر بچسبه، یعنی اون چسبندگی رو احتیاج داره در حالی که همچنان پر از استرس عصبانی. این کودک با اینکه تو بغل مادرشه، تو دامن مادرشه، هنوز نمیتونه آروم بگیره، داد میزنه، گریه میکنه، بد اخلاقه، بیشتر میخواد مادرش رو بهش بچسبه، و وقتی که مادر دو مرتبه دور میشه با اینکه باز برمیگرده اونا نمیتونن که بچه رو آرومش بکنن. خب کودکان با این نوع تعلق پر از دلهوره و تشویش و چندان تمایلی به کشف محیط دورشون ندارن. پس بچه هایی که دچار anxious ambivalent attachment هستن، تعلق به همراه دلشوره، نگرانی و عدم استمرار، تمایلی به کشف محیطشون ندارن. چرا؟ برخاطر اینکه اون عامل اصلی که مادره برای این بچه گاهی هست گاهی نیست، اون بچه‌ای که مادر رو یه خورده داره یه خورده نداره، فقط فکر و ذکرش اینه که هنوز به مادر بچسبه، یا فقط اون چیزی که میخواد تو محیطش بهش در حقیقت نزدیک بشه حضور مادره، که اگه مادر باشه میخواد بهش بچسبه و اگه مادر نباشه انقدر استرس داره که نمیخواد چیزهای دیگه دور و برش رو کشف بکنه. پس ببینید، یکی از عوامل مهمی که یه همچین اختلالی در بچه ایجاد میکنه همینه. وقتی در گروهی از بچه ها قرار گرفتن، اینو بچه ها مرتب نیاز دارن که توجه بزرگسالان رو به خودشون جلب بکنن، و این به دلیل اینه که گرفتن توجه از بزرگسالان به اونها امنیت میده. ببینید چرا امنیت میده؟ چرا یه همچین چیزی رو احتیاج دارن؟ برای اینکه توجه و نگاه و بغل و تعریف و آغوش و چیزهای از این قبیلی که این بچه بهش احتیاج داره همیشه با سختی براش به دست اومده. پس یه زمانی که توی یه محیطی قرار میگیره که آدم بزرگا دورش هستن، به امیدی که بتونه با اونها این رو ایجاد بکنه، کارهایی میکنه که در حقیقت جلب توجه اونها رو بکنه. خب حالا این بچه ها فرض کنید مدرسه میرن، توی مدرسه سر کلاس انقدر این بچه با استرسی که داره، با انگزایتی و دلهوره‌ای که داره، سعی به کارهایی میکنه که بتونه جلب توجه معلمش رو بکنه. هر جایی که قرار میگیره با هر ادالتی یا هر بزرگساری که قرار میگیره یه همچین تشویش این بچه پیدا میکنه، مرتب سوال میکنه سر کلاس که هست، تبدیل میشه به دلقک کلاس. ببینید همه این کارا رو میکنه برای اینکه توجه بگیره. خیلی وقتا این گونه رفتارها میتونه تعبیر به داشتن ADD Attention Deficit Disorder و یا ADHD Attention Deficit and Hyperactivity توی بچه بشه.
در حالی که بچه این کارو میکنه برای اینکه میخواد توجه بگیره. بچه‌ای که ADD داره با بچه‌ای که attachment anxious ambivalent داره فرق میکنه. خیلی وقتا این رو میان بر حسب اشتباه، چون بچه این کارا رو که میکنه خیلی شبیه بچه‌هایی هستن که ADD دارن، ولی واقعا این بچه ADD نداره. بر همین تشخیص اشتباه به این بچه‌ها میدن، و وقتی که تشخیص اشتباه به این بچه دادن، بچه رو در حقیقت میذارنش روی دواهای مختلف، روی برخوردهای مختلفی که برای در حقیقت مداوای ADD یا ADHD به بچه داده میشه، در حالی که اینا در اصل اون اتنشن رو نگرفتن، به صورت سالم از والدشون نگرفتن. و اون اتنشن دفیسیتی که ما داریم توی بچه های ADD میبینیم تو اینا وجود نداره. اگه کاری که دارن میکنن بهش دقت نکنیم، میتونیم به راحتی برای درمان اونها وارد اشتباه بشیم. خب من فکر میکنم شاید بد نباشه که یه کلیپ دیگر رو نگاه بکنیم در مورد attachment theory و چجوری این attachment theory میتونه بچه رو در حقیقت childhood بچه رو شیپ بده. برام جالب بود که این رو براتون انتخاب کردم، برای اینکه به نظرم آموزنده میاد. امیدوارم که بپسندید. با ما باشید عزیزان، تا چند لحظه دیگه برمیگردم خدمت. So when we're thinking about attachment, which is another word for that relationship that develops between a baby and its main person who looks after it, when we're thinking about how that happens, we need to go right back to the beginning, and we need to think about how babies have a very simple set of needs. Things like, am I hungry? Do I want somebody to play with? Am I cold or tired? And they communicate these needs in a very obvious way. They cry. And that's a cry that gets everybody's attention around them. And when they cry, if they've been lucky enough to be born to carers who can look after them well enough, then that carer will notice and will come and attend to the baby and will do what's needed in order to meet those needs and soothe the baby. And before too long, the baby will have another need and will go round that cycle again with their caregiver repeatedly. And if you ask the parent of a newborn, they will tell you that they go around that cycle uncountable, innumerable times in a 24-hour period. And what's really amazing about this is that it's laying down into the baby's little brain neural pathways, teaching the baby what to expect from people, from the world, when things happen to it. And this is really the fundamental foundations of attachment and the foundations of what Bowlby, John Bowlby, who was one of the psychologists who talked about attachment at the very beginning, what he described as an internal working model. So the baby is learning stuff about itself, and it's learning stuff about other people, and it's learning stuff about the world around it. And if we think about what this baby is learning, it's learning that other people will come when it cries. It's learning that other people can understand what's going on for the baby, what it needs and how to meet those needs. The baby's learning that other people are kind and reliable, that they show up most of the time to help out. Not all the time, because we're all human, and there are times when actually something gets in the way of us arriving straight away to help. And from this, the baby learns that the world is a pretty predictable and safe place in which it lives. And the baby learns stuff about itself, about his self or herself, like, I am lovable, I am wanted, I am able to get people to do things for me. And baby will use this as it goes forward in life.
as a blueprint for the way that it interacts with people and the way it responds to people. So what I'm describing there really with this mythical baby, who I haven't given a gender to, but I'm going to call her she from now on rather than it because it sounds nicer. What I'm describing there is how she has developed a secure attachment to her caregivers. And that's what happens if a baby is born into a family that is able to care for it well enough. Now, some babies are born into families where, for some reason or other, maybe the parents have a lot of difficulties in their own lives. They're facing a lot of adversity. Maybe they've got drugs or alcohol problems or mental health problems. Maybe they haven't had a very loving and giving experience growing up themselves, so they haven't developed those skills as parents. The baby who's born into this environment, she's going to have the same needs as the baby I described just now, and she may well cry in order to show that she's got a need. She may give up crying, but we can think a bit more about that in a minute. But when she cries and her carers respond, they may well, they may not hear the response for a start, or they may not know what the cry means and what the need is that needs to be responded to, or they may respond in an inappropriate way. For example, they may respond to the wrong need. So maybe she needs her nappy changing, but instead, in order to stop her crying, they just pop a lolly in her mouth, and that will keep her quiet, at least for a while. It may be that they respond in another way that's inappropriate, for example, being cross or upset or angry or frightened by her own feelings. So this could mean that she gets shouted at or hit or ignored. When she cries and she gets one of these inappropriate responses, she will probably in some way get quieter after a while. If you leave a baby to cry for a very long time, eventually they give up and stop crying. Hence, as I said before, some babies won't show that they've got needs by crying. Or she may be soothed a bit, but her overall and underlying needs aren't soothed. But it will look as if she's a bit soothed. But because that first and sort of, as I said, the underlying need hasn't been resolved, it's more likely that she will become upset and show that she's got a need again. And so she will go round that cycle even more times than the baby we just talked about, who we described as having developed a secure attachment. Now, this little baby is also going to be learning things. She's going to be learning about herself and about other people and about the world around her, just as our previous example. But she's probably going to be learning that people are not reliable, that they don't always come, that they aren't always kind. She might be learning that they're cruel, that they are not able to understand what she's telling them. She probably will start to believe that the world is a frightening place and a scary place and an unpredictable place. And she may well develop beliefs about herself like, I'm not lovable, or I'm not wanted, or I'm not important enough to have my own needs met. And this will also organize the way that she behaves and relates to people. And this is what we would describe as the internal working model of a child who's got an insecure attachment. And it will be a blueprint for her going forward in her relationships with other people. So putting this into practice and thinking about what this looks like in a foster family, a very simple example is when, as a foster parent, over the lunch table, you say to your foster child, would you like some more roast potatoes? And what you mean by that is, would you like some more roast potatoes? But the child who's got an insecure attachment style will look back at that internal working model that I've described before and will look at what
she's learned about other people and will go, oh yeah, other people are cruel, they're unkind, they're not responding to my needs. I know the world's a scary place. I know that I'm not worthwhile or important enough to get more roast potatoes. So go away, leave me alone. No, I don't want roast potatoes. And they get down from the table and they run off shouting about how much they hate you and how much they hate roast potatoes as well. And you're left standing there going, but what happened? What happened there? I just said, would you like some roast potatoes? And you can't see that all those things are going on inside the child's head that are based not on that moment that you're in with them, but on a lot of experiences that have gone before and have taught them about the world and about how other people are and about how they perceive themselves as well. So when you're talking to children who've come from a different family and a different environment, it's important to remember that they bring all of those experiences to all of their interactions with you. And that's what will govern the way they behave. And it's not personal about your relationship with them often. It's about the other things that have happened in their life. خب دوستان برگشتم خدمتتون. میخوام به چند تا نکته دیگه قبل از این که ازتون خداحافظی کنم بپردازم. و اون اینه که چجوری به این بچه ها ما میتونیم کمک کنیم. بچه هایی که دوچاری، اگر والد چنین بچه هایی هستید، اگر که به نحوی دارید این بچه ها رو شما بزرگشون میکنید، حمایتشون میکنید، نگاه کنیم ببینیم اگه بچه ای رو دیدیم که دوچاری یک چنین تعلق ناامنیه و هنوزم تو بچگی بزرگ نیست که خودش بخواد بره بر خودش کارایی بکنه، چطوری میتونیم اون رو عوضش کنیم؟ چطوری میتونیم به بچه کمک بکنیم که حالش بهتر شه؟ کارایی که میتونیم بکنیم اینه: یک، بچه باید در حضور والد احساس امنیت بکنه، درک بشه، نیازهاش درک بشه، رسیدگی بشه، به اونها احساس آزادی داده بشه، در حالی که وجود والد رو در کنار خودشون حس میکنن. پس ببینید، برگردیم سر اون الفبای تعلق که من مرتب دارم تکرار میکنم توی صحبتام، که هماهنگی، توازن و ارتباط و وابستگی. برگردیم به اونجا، نشون بدیم به بچه که بهش توجه میکنیم، درکش میکنیم، احساسش رو میگیریم. ببینید، وقتی که من اینا رو میگم، با اینی که بچه رو بخوایم لوس کنیم خیلی فرق میکنه ها. یعنی به جا میتونیم براشون حد و مرز بذاریم، ولی حد و مرزی هم که میذاریم با درک احساس اونها، توضیح اینه که چرا نمیتونن یه کاری رو انجام بدن و شنیدن دلایل اونها، حتی اگر خیلی بچه گونه است، شنیدن دلایل اونها و بودن با اونها تا اینکه بتونن اونها آروم آروم دلایل ما رو درک کنن، دلایل سالم ما رو، نه دلایل آسیب زای ما رو، نه دلایلی که ما میخوایم از شر بچه جوری راحت بشیم، به قول معروف داریم به خیال خودمون دلیل میاریم که حالا مثلا بچه رو باندری بهش یاد بدیم. دوم، کودک باید حس کنه که والد متوجه حالات روحی و فیزیکی اونه. حس بکنیم بچه ها رو، حالتهای روحیشون رو حس بکنیم. بچه ای که خیلی ساکته یه دفعه دلیل داره که ساکته. بچه ای که خیلی شلوغ میکنه دلیل داره که شلوغ میکنه. بچه ای که از مدرسه میاد یه راست میره تو اتاقش، در میبنده، نمیخواد با هیچ کی حرف بزنه، دلیل داره. کنجکاو بشیم، بریم ببینیم چشه، بریم باهاش بشینیم، ارتباط برقرار کنیم، نه به عنوان کسی که رئیس بچه است، به عنوان کسی که حامی بچه است، به عنوان کسی که کر میکنه، دلش میسوزه برای بچه، نگران بچه است، نه نگرانی از سوی انگزایتی و دلهوره‌ای که خود مادر میتونه داشته باشه، نگران از نظر این که میخوام بفهمم بچه‌م چشه، کنجکاوم، میخوام کمکش کنم. کودک باید احساس راحتی و آرامش بکنه. کودک باید احساس حمایت و همراهی رو با والد باور بکنه. باید بتونه باور بکنه که والدش در حقیقت همراهی باهاش میکنه، با اونه.
کودک باید حس کنه که والد براش ارزش قائل میشه، احساساتش مهمه، نه اینکه چون یه بچه یه نوزادی به زندگیمون اضافه شده بچه های دیگه برن دنبال کارشون، دیگه بزرگ شدید، حالا اون بچه فقط 4 سالشه یا 5 سالشه، بچه بعدی قبلی منظور، اونم هنوز بچه است، هنوز احتیاج داره که رو پای مادرش بشینه، هنوز احتیاج داره بغل بشه، هنوز احتیاج داره مادر به حرفای بسیار بچه بونش با دقت گوش کنه. اینا راههایی که میتونیم کمک بکنیم که اون اعتماد از دست رفته رو بچه دو مرتبه توی رابطهش پیدا بکنه. خب با اجازتون به پایان برنامه این هفتم رسیدم. امیدوارم مجموعه مطالبی که براتون تهیه کردم توی رابطه Anxious Ambivalent Attachment Pattern براتون جالب بوده، آموزنده بوده، و امیدوارم همراه ما باشید در هفته آینده با یکی دیگر از انواع تعلق‌های ناامن، تعلقی که برای بچه آسیب‌زاست. براتون آرزوی سعادت و سلامت و آرامش در زندگی می‌کنم، صلح، و همه شما عزیزانم رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. با تشکر از ماکان، علی و رضای عزیز، همکاران من در بنیاد آینه. خدا نگهدار.